خلیل برگرده و بفهمه چه آتیشی به پا میکنه. چه آتیشی به پا میکنه؟ فوقش اینه که قید برادری رو میزنم و میذارم میرم دنبال زندگی خودم. واسه خاطر یه زن. آره واسه خاطر یه زن، ولی نه هر زنی. کارم از این حرفا گذشته، دست خودم نیست، دوستش دارم. ولی بازم دارم میگم خوب فکراتو بکن آجان. فکرامو کرده، میگیرمش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه مکرمه معظم خانم لیلا فرهادی، آیا به این جانب وکالت میدهید که شما را به عقد دائم آقای حجت گلچی با صداق یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبات و 500,000 ریال وچه رایج مملکتی در بیاورم، اجازه میدهید؟ بله. حجت 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 چه سیغهیه؟ کیونی؟ حت نکنم با واسه اجاره داده باشه. خیلی خوش اومدین، اگه حجت بفهمه خیلی ذوق زده میشه. ببخشین شما لیلا. خیلی عذر میخوام، واسه من ننوشته بود. اتفاقا من بهش خیلی گفتم بنویسه، ولی میخواست وقتی اومدین غافلگیرتون کنه. غافلگیر شدم؟ حالا خودش کجاست؟ رفته سر کار. منظورم اینه که کجا زندگی میکنه. جایی زندگی نمیکنه. یعنی میخوام بگم خونش نمیدونین کجاست؟ همینجاست. همینجا؟ یعنی بله، من زنشم. چیشی؟ زنش. یعنی عروسیم کردین؟ بله. مبارکه، خیلی خوب کاری کردین. ولی آخر منو ببخشین، من یه خورده قاطی کردم. همچین شما هم جای من بودین قاطی میکردین، نمیکردین؟ خب بله، بهش گفتم به خدا بنویسه براتون. حالا خودش کجاست؟ دانشگاه مانشگاه رو ول کرده حتمنی ها؟ بله. خدا تو شد. بذاریم بهش تلفن بزنیم. نه نمیخواد. بذاریم من خودم برم سراغش. آخه ما هم باید غافلگیر نمی کنیم. خدافظ. بذارین یه چیزی برای کنیم. باشه برد بانو. داشت بانسا بایسا نانه سر منم که میتونی کلا نداریم، سر خلیل هم میتونی شیره رو مالیم. اون دیگه منو حاجت نیم، پا میذاره میخ خره تو تا شهی آخرش هرگومت میکشیم. دورتو گام کن تا نایدم با لغت پرنگ سرم تیر.
اینجا دیگه پول مفت تو کار نیست که خرج نشه یه سرکار یا ولگرد اون بچه گرتی بشه. بخون آقاسم، تو میتونی کارکره بخون. آره با بخون، هر چی دلت میخوان رازه بخون، انقدر بخون تا خوندونت برام خونه. پس بذار روزه برام واسه بخونم. اگه خیلی خاطرش میخوای فقط وایسا دم در نذار پاش برسه توی کارخونه. آریش کن که دیگه دستش به جای بند نیست. بهش بگو قاسم گفت همینقدر که ماهیانه یه چیزی واسه کنار میذارم برای هفت پشتت بسه. خیلی؟ نه باریکالله خوشم اومد. رو اومدی؟ بازم بیا. روحش شاد خلیل که چی به موقع سبز شدی کنچین کتمه. تو باز داوود باشی نه؟ چی میگی مرد؟ یعنی تو یکی هم خبر نشنسی؟ یه نگاهی تو آینه بنداز به این خودتو میشنسی؟ ولش با، میخوام شکا که خودمو بشنسم. من تو رو باید بشنسم که میشنسم. فقط داشت قاسممون این وسط داشت یواش یواش فراموش شد میکرد. اوها بازم که داری راه تو عوض میری، اینجا خیابونی یه طرف هست. نداش، من رامو میشناسم. میدونم که دارم درست میرم. حتم داری؟ اینقدر که داشتم تفارشتو به رفیق جونجونید میکردم. آره شنفتم، ولی خوب ایرانی نیست. یعنی بعضی وقتا آدم دست خودش نیست. خودش هم نمیدونه داره چه غلطی میکنه. میدونه خالی میبینه و شروع میکنه به جفتک انداختن. تو میدون پرش هم ما همینه. نه این راست میگه جونمود، این پرخانیت برش نمیشه. جفتک انداختن تو زاد داشت. بازم چشت افتاد به عربایت هار شدی؟ صدا تو بلندتر کن تو کارگران بشنفن. گفتی ارباب یاد اون خدا بیا مرز افتادن. خدا رحمتش کنه. میگفت کار کردن یه جوهری میخواد که بعضی ها تو تنشون نیست. یعنی غیرت کار رو نداره. جاش تا بخوای چاپلوسن و دو دوزه باز. همچی که بهت برسن دستا رفته رو سینه و سر افتاده رو شونه، ولی خدا نکنه دور دستشون بیفته که این گربه کنگ میکشن تو رو. حالا میفهمم بیرا نمیگفت. خدا رحمتش کنه راست میگفت. آدم وقتی اشتباه میکنه و سر میخوره یاد باباش میفته. بعد 40 سال کارخونه داری خدا بیامرز خام ما شد. بابامو میگم، ما هم خام داوود شدیم و گفتیم تو داشت رفیقمونی، میتونی مثل خود داوود یه پشت باشی واسه ما. غافل از این که نامرد جون به جونش بکنی بازم از پشت میزنه فرد. حق با اونه داشت، درست میگیم. آمال کنها جمعه احوال شما چه شده؟ چرا بی خبر؟ زودتر خبر میدادی؟ از بذار یه چیزی رو خلاصه واسه بگم. حتما خبر داری که اینجا 2 سم بیشتر نداری. نفهمیدم 2 سم بیشتر ندارم. یه چیز واسه خودم روشنش میکنم. کاری نکن. 2 سم 4 سم کارخونه به اسم منه. تو موندی و 2 سم دیگه‌اش که اونم یه صورت حساب بالا بلند واسه دارم. یعنی چی؟ یعنی 2 سم اینه که میبینی فدای نشگی شد. رفت پای دواجاتش. 2 سم حجت هم خرج اون زنی که شد. 4 تا خونه جای اون خدا بیامرز تکیه زده. باباته میگم. خرج یه هر جایی که با 100 تومن میتونی شب تا صبح باش خوش بگذرونی. اگه اینطور باشه هر دوشونو میکشم. بفنم کن ببینم. قول داریتم وردار ببر نشین اون اخویه گرامو نشونده محترمشون بده. صاحب کن ببینم چی داره میگه این. والله اینطوری هم که میگه نی ولی. ولی چی؟ خب برات میگم، بعدم برات میگم. کجا میشه پیداش کرد؟ کیو؟ حجتو. با سر کارش میشه. پیداش کن بفرستش خونه. صاحب کن خالی. ناش جفتشون رو تو همون خونه میندازم. آخرش کار خودتو کردی. بذار منم حرفامو بزنم بعدش برو. برو هر کاری میخوای بکنی بکن. برو بندازشون بیرون. برو بکششون. برو بزنشون.
واقعا زنه همونطوره که قاسم میگه. این یه چند دقیقه بشینیم یه جا با هم حرف بزنیم هم دیگه. خلاصه هر کاری از دستم برمی اومد به روح آقام کردم، حتی به قاسم سپردم پول بهش نده، ولی قاسم داد واسه اینکه چشش دنبال اون دودنگ حجت بود. آره ولی عبابت اون دوتا توفیری نمی کرد. نه بخوام بگم قاسم آدم پاکیه ها، نه اون کلکشو به جفتمون زد، ولی حساب حجت لیلا از این حرفا گذشته بود، پاک گرفتار هم شده بودن، کاری هم از دست هیچکی ساخته نبود، تازه خواهیت هم بودی توفیری نمی کرد. چرا توفیر می کرد؟ همین حالاش هم توفیر می کنه. اشخانی خواهم گفتن رفته میره یه راز کنم. لیلا دیدی که بار کنه؟ لیلا لیلا فهمیدی خلیل رو گرفتم؟ آره اکواجی فهمیدی؟ اون رو بشم اکی شناسی؟ روزنامه نوشتن. ای آقا چه زود خبرش روزنامه رسید. ولی میگن اون نکشتتش. پس بابام کشتن؟ داوودم اونجا بوده، یعنی با خلیل بوده، میگه کار اون نیست. نه من خود حجتم همون موقع رسید نوشته اون تنها دم همون بوده. خب آره ولی پیش از اینکه برسه کارشو ساخته بودم. حالا چی کارش میکنم؟ خب بعد چی شد؟ درست وقتی داشتن وارد خونه میشدن من رسیدم، موتور رو گذاشتم جلو در اومدم تو، بعدش با هم رفتیم تو ساختمون.
دیدم بخار همون پیچیده تو اتاق و تو راه رو. تا من بیام به خودم بجومم دیدم داداشم خودشو رسون تو همون و بلافاصله داد کشید و پرید بیرون. واسه همینه که میگم کارون نیست. متشکرم از توضیحاتی که دادین. با شما دیگه کاری ندارم. میتونین تشریف ببرین. سرکار؟ بله قربان. ایشون آزادن، میتونن برن. میتونین از داودم بپرسین. اون از اولش بود. از ایشونم قبلا پرسیدیم. شما بفرمایید. خداحافظ. به سلامت جانم. ایشون آزادن، میتونن مرخص بشن. ممنون. یعنی فقط تا اطلاع بعدی از حوزه قضایی ما خارج نشید. چشم. ممکنه برای تکمیل پرونده به کمکتون احتیاج داشته باشید. بله چشم. فقط میخواستم به عرضتون برسونم اونطوری که داشتم گفت ما با هم نرسیدیم، یعنی اونم درست همون موقع رسید ولی جدا جدا، نه با هم. بله بله متوجه شدم، ولی مسئله گذشته از اظهارات شهود مربوط میشه به اثر خون مردگی زیر ناخون مقتوله که ضمن کلنجار با قاتل و احیانا خراشیدن تن قاتل ایجاد شده. خوشبختانه اثری از خراشیدگی در تن شما نیست و با آزمایش خونی که از شما به عمل اومده ثابت شده که گروه خون شما با گروه خون قاتل یکی نیست. بله کاری ندارم، میتونه تشریف ببرید. قربان آوردمش. همونجا باشه. واسه تو صدات کنم. چه بدبختی داریم. چی شده؟ چیکار کردی؟ چیه میدونم والا. داشتیم واسه خودمون جنس میخریدیم. میگم داشتیم میفروختیم. حرف نزن. چش. آره جون من. تو گفتی اینم باور کردم. پلیس آگاه پسر میدونه با شما انگلا چجوری باز رفتار کنه. باید نسلتون رو بسوزونه که نسل شما رو داریم میسوزونه. چی میگی آقا میخ؟ بی پدر مادر ها ده تان جنسی میذارن کفی دست مشتری میگن چل تان. توف با اون غیرتتون بگم که ندارین. شرف بگم که بو نبردین. به چی بگم آخه؟ بگو به گور پدره. ساکت باشه. به گور پدره قرآن ساکت. یکی که آبا هرچی معتاد مردین. یه افتی خانم خانم من. بله یه کشتر رو بگم که سالی میگه با برد بگم. بله خواهد ناکره تو هم. بله سوکره. قربون تو. تو چطوری؟ قرب علیکیستم. تموم شد یا نه؟ خدا بخواد تموم شد. حجت کو. گفت شب میبینه. جوشو برم پر کنم. که تو اومدی و کشتیش. چی؟ عوضی فکر میکنی حجت جون. این چی داره میگه؟ من کشتمش؟ کشتیش، بنا حقم کشتیش. ای که بیشتی میخوام با تو حرف بزنم. حرفی نداری این باهم. بالاخره یه روزی عاشق میشی و زن میگیری مثل همه. دیگه داری شورش در میاری یا بالاخرش با شوهر بکنی یا نه؟ دو روز دیگه که چهار تا چورو گفته تو صورتتو، یه ماش موی سفید نشست رو سره، بعد بشینی تو خونه و بزنی تو سر خونه. منی که داشتم رک بهت بگم اما رفتم تا بودم که تکلیف روشنه. امروز و فرداست که دیدی یه دفعه رشته گرفته افته تو خیابون و یه ماشینم شپلک کلکش و کم. خدا بزرگه، یه لامنم از هر کجا شده گیر میاد. از کجا گیر میاد؟ همین هم مونده که ولت کنم تو بغل این اونا سر از کاف مافه ها در بیاری. کور خوندی خانم؟ دارم بهت میگم خوب گوشتو وا کن. فردا آقا مرتضی میاد خواستگاری، خبر مرگت میری میشینی تو خونش و قشنگ زندگی تو میکنی. من نمیخوام شوهر کنم. نمیخوای شوهر کنی؟ خر خودتی. دیگه بعد از یام از تو هم بخوایم چلک بخوریم که فاطمون خونده است. نگو نمیخوام شوهر کنم. بگو نشستم ببینم آقا خیلی آقا که لب باز میکنه. ولی اینو بهت گفته باشم، اگه پای تو به خونه اون آدم برسه جفتتون باید از رو جنازه من رد بشین. بفرمین تو خیلی آقا. بفرمین. سلام علیکم داشت خواستم. سلام. قبول یه دقیقه باید کار دارم. شما بفهم تو معلوم میام خدمت.
قفا آخرت باشه که ورش میداری میریش تو این خونه. یه دفعه دیگه پاش تو این خونه برسه حسابت پاکه. بفرمایین بشینیم. خوبه راحتم. گفتم حتمانی اونجا دیگه سرتون گرم شده و موندگار شدین. نه گرفتار کار بودم بیشتر. بعدش هم آدم نمیتونه دووم بیاره، مخصوصا اگه دلش جای دیگه به هم باشه که دیگه باب ایناست. دیگه اینو نگی. آدم اگه یه گوشه دلش هم بند باشه لااقل ماهی نامه رو میفرسته. ماهی؟ 15 یه نامه فرستادم اما فقط جواب اولی اومد. یه دونه بیشتر نیومد که بلافاصله هم جواب دادم. یعنی از اون همه نامه فقط یکیش رسید؟ اونم یه روز اتفاقی دم در رسیدم که نامه رو بگیرم قاسمم رسید. نمیدونم چه ترس و لرزی نامه رو از پست چیه گرفتم. ای خدایی که ملتفت نشد و یا قیامت به پا میشد. ولی حالا میفهمم. چی رو؟ قاسم رو یه بعدش دیدم که با پست چیه حرف بزنه. آره بعدش هم دیگه نامه این هست. بله. چه فکرهایی که تو این مدت نکردم؟ همین فکرهایی که من میکردم. گفتم حتمانی از ما بهترون اونجا با موهای بور و چشای آبیشون ما را از چشم شما پاک انداختن دیگه. نه اتفاقا برعکس. آدم اونجاست که میبینه دلش داره میترکه، یاد قول و قراراش میفته، یاد حرفایی میفته که وقت رفتن تو گوش آدم میخونن و میجن. دروغ که نگفتم. نه نگفتم دروغ گفتم. آدم اونجا که هست یه دفعه هول ورش میداره که نکنه برده باشنه. نکنه یه روز برگردی و ببینی جای خالیش نیشتر میزنه تو قلبت، مخصوصا وقتی که نامه میدی و جوابی برات نمیاد. پس داوود کجا موند؟ چرا اونجا نشستی داوود؟ بازم که الان میام آبجی دشم از سیگارون کشیده. پاشو بریم تو پاشو. ای بشش بذار تازه به تازه پاشو. قاسم که ایمان همچی؟ نازکای صبح نره مرده که صبح کار میکرده مرده خمیره رو خوده تا رسید دوباره غرغر رو شروع کرد. چی با؟ خیلی نبا؟ آره فردا میخواد آقا مرتضی رو بیاره خواستگاری. واسه تو؟ آه اینجا شما مخش با همگوشت بزباش داره دراتون رو بیاره. تو چی گفتی؟ چی بگم؟ خودم موندم. فقط اینو میدونم اگه یه خورده دیگه سر به سرم بذاره یه بلایی سر خودم میارم. چه میارم؟ گفت فردا بعد از ظهر میام. بذار بیام. بیام؟ کاری نماشه بذارش با عمده من بابام یه نفلاتون بده من سینه با خیالت باید میشه. چی شد؟ همین جاست خالی خواه دو اتاق پاتیم بگرخونش دلش بده خوش بده دست سلام علیکم. دیشب خونه نرفتی؟ نه. اگه بخوای میتونیم خونه رو بفروشیم. واسه چی؟ گفتم شاید بخوای خونه رو عوض کنیم. واسه من فرقی نداره چون دیگه پاتون خونه نمیذارم. خب منم دارم واسه همین میگم.
اونجا رو میفروشیم و یه جای حسابی گیر میاریم. هر کاری دلتون خواست میتونیم بکنیم، منتها چنا چون من نزن تو خونه، بلکه تو هیچ خونه ای دیگه قدم نمیزنم. چرا؟ دیگه نپرس چرا. تو راست راستی فکر میکنی من اونو کشتم؟ به چیزی که با چشم دیدم میخوای شک کنم؟ گوش کن بچه، من نیومدم با عراجیفی که تو سر هم بافتی گوش بکنم. اومدم بشینیم مثل دوتا آدم درست حسابی با هم صحبت کنیم. شاید قبل از مسافرتم باید این کارو میکردم، حالا هم دیر نشده. راست میگه دیگه، کتابی آجا جان. تمومش کن دیگه حجت جون، از خر شیطون بیا پایین داداش. ده وایسا، این بچه بازی ها چیه دیگه؟ ببین پسر جون، من جوونی و زندگیمو به پای تو گذاشتم، منت سرت نمیذارم، وظیفم بوده. اما در مقابل آرزوم این بوده که بری درس بخونی، آدم بشی، سری تو سرا بیاری. گفتم این کارخونه به کمک بازوهای من و مغز تو رونق بیشتری میگیره. ببین دیگه، چهار کلم خوندن و نوشتن که ما 40 سال پیش یاد گرفتیم به درد این سال زمونه نمیخوره. این روزا آدم دیگه نمیتونه سرانگشتی به حساب کتاباش برسه. کارگری که دیروز جای امضا انگشت میزد، امروز وای میسه پای ماشین ریز و درشت دستگارا به انگلیسی برات میخونه. وقتی داشتم میرفتم گفتم این کارخونه با این چند تا دستگاه اموراتش نمیگذره، دستگاه‌های جدید میخواد. میخواستم تو رو بفرستم، گفتم از دانشگاهت میمونی و علاف میشی، غافل از اینکه رفتنم همه چی رو به هم میپاشه. آدمی که مثل تخم چشام مواظبش بودم به راهی کشی نمیشه که هیچ وقت فکرشو نکرده بودم. تو حرفاتون تموم شد؟ اینجا همه چی رو به هم ریختی، ولی بازم برای من همون حجت سابقی داشت. همی و وصله تنمی بعد خوبت مال خودمه. جنم میخواد برگردی به زندگی، سرتو بندازی پایین بری دنبال دانشگاهه، دنبال درس و مشقه. نمیخوام ببینم صبح تا شب تو عرق فروشی ها و تو اینجور جاها بگذرونی. تو جوونی، راه زیادی در پیش داری، فقط کافی همت کنی و راه بیفتی که به کجا برسن؟ به جایی که قبل از رفتنم قرارشو گشتیم، شبی که با هم صحبت کردیم یادته؟ آره یادمه، ولی دیگه جایی برای من وجود نداره. بخوام و نخوام به تای خط رسیدم. اشتبا میکنی؟ این دفعه رو دیگه میدونم که دارم درست میرم. یه کشته دادم، یه کشتم میرم. چرا فکر میکنی من اونو کشتم؟ گفتم که فکر نمیکنم، رو اون چی که دیدم حساب میکنم. تمومش کن باسی رو. بفرمه تو خواهش جاسه. خیلی خوش اومدی. بفرمایید تو دیگه، مسئله خودتونه. بفرمایید پیش میکنم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. سرافراد کردی. بفرمایید. سلام. بفرمایید. سلام علیکم. حال شما چطور آقا؟ حالتون خوبه؟ بفرمایید. سلام علیکم. بگو چند شوی بریزه برمید. چاش. رفتن تو همه خوش بزنه چون بودو اینا بودو بودو وقت رو تلف نکاق مثل قرقه برجا براب جی بودو سلام برد. ایشالله به پای هم دیگه پیر بشم، تعریف نباشه ها. شیرین دختر خیلی محجوبیه، زن خوبی میشه واسه شوهرش. چایی 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 دم نکشیده، چایی چایی شبونده، چایی بفرمین بانو بفرمین. یکی بیشتر برد بچه هم که چایی نمیخوام. آقا بفرم آقا زده. خیلی ممنون. آقا زد بفرم بابا، یکی بیشتر که نمیرسی نگاه میکنید. ای بفرم قاسم آقا. تو چرا آوردی؟ خود شیرین کجاست؟ شیرین نیست. نیستش؟ یعنی چی؟ یعنی نیست، گوشته رفته خونه داییش. کجا رفته؟ چه میدونم. و تو اینجا چی کاره بودی؟ دو حال پایی ناقا. دورم ازت میپرسم درست جواب بده. جواب چی رو؟ دلش نمیخواد شوهر کنه داداش، یعنی از یکی دیگه خوشش میاد، نه از این آقا. کفت شد. نه او، منم همینطور. آقا تو رو خدا این آقا با آبجی من میخوره.
خواب بشار دانت برا چرا پر تو پلا میگی؟ منو زن شما خودت بگو بینی و بین الله کجای پسرت به آدمی زاد میره؟ به به دست شما درد نکنه خدا مرگم بده. والا راست میگی اگه به آدمی زاد میرفت که راه نمیافتاد بیاد از همچی خونه ای زن بگیره که شما ناراحت نشین این مردی که خره یه فش که کتک بخوره از بربر زبونه میافت. بله نیست دختر تو فامیل نیست که آرزوی جوراب پاراشو نداشته باشه. صحبت جوراباشو نکن دیگه حالمو با هم نذار بخشینا. گفتم خفه شو بیاین بریم که اینجا جای ما نیست. بریم خانم کسی خانم خواهش کنم شما چرا خامه این بیچاق دهن شده به روی شما داری میخندی؟ نه بابا به ننه خوشکشا پرشون دادم. میخوای خودم باش صحبت کنم؟ چی بهش بگی؟ باش صحبت میکنم ببینم اصلا حرف حسابش چیه؟ چی میخواد از جون اینه اون؟ حجتو که به این روز انداخت، داوودو که به خاک سیاه نشون حالا ویرش گرفته که تو رو شوهر بده که چی؟ منظورش چی آخه؟ نمیدونم والا، فقط اینی میدونم که اگه تو نخوای پا پیش بذاری اونم همینطور چپ و راست به خدا آزارم بده، میذارم از خونه میرم. کجا؟ نمیدونم، هر جایی تو صبر کردم دیگه نمیتونم طاقت بیارم. یه خود دیگه هم صبر کن، اینقدر که تکلیف حجتو روشن کن. الان که نمیتونم با این وضع بلش کنم. میخوای چی کارش کنی؟ نمیدونم، شاید بفرستمش بره خارج. خب این مگه چقدر طول میکشه؟ میتونی همین امشب باهاش صحبت بکنی؟ نه، حالا نه، حالا نمیتونم. چرا؟ خب الان نمیشه، نمیتونم. یعنی اون الان وضعش طوری نیست که به حرف آدم گوش بده. ببین خلیل، یک کلمه بگو نه و خودتو راحت کن. دیگه هم گردن حجت و این و اون ننداز. تو خودت هم میدونی که عوض شدی، دیگه اون خلیل سابق نیستی. ازت هم دلگیر نمیشم، هر کس دیگه ای هم جای تو بود همینطور میشد. نه تو، همه مردا همینطورن. همین که پاشون به خارج میرسه و چهار تا موبر و چیزاق میبینن خودشون رو گم میکنن. دیگه یه دختر چادری مثل من نمیتونه براشون زن بشه. چی داری میگی؟ موبور و چشزاخ کدومه؟ دیگه جانم عذاب نکشی، من خر بودم که تمام این مدت نشست. تو فکرش نبودم؟ اگه بودین اینطور نمیشدی. گوش کن خلیل خان، هرچی که بود تمام شد. با خیال راحت میری دنبال همون چشزاقای موبور. من خودم میدونم چطوری با بدبختی خودم صبر کنم. صبر کن ببینم، صبر کن دختر. خوب نیست تو بیابون، مردم هزار جور فکرهای بدبد میکنن. تو خودت هم نمیدونی چی داری میگی. چرا، خیلی خوبم میدونم چی دارم میگم، فقط خواهش میکنم دیگه سر به سرم نذارم. برو بلم کن تو رو خدا. شیرین، شیرین اینجا باز که اونجایی؟ چه کنیم؟ چی شد؟ دیدیش؟ آره قاسم خونه است، خودتو گم و گور کن تا خونه بره بیرون. داوود، کی بود؟ شیرین تویی؟ آره، منم. ببینم کجا رفته بودی؟ سلام. سلام و مرحبا. باشه ببینم. با تو هم کجا رفته بودی؟ رفته بودم خلیل رو ببینم. اگه یه دفعه دیگه اسمشو بیاری دهنت رو پر خون بکنم. چشمامو میذارم رو هم با مش همچین میذارم که دندونات بریزه تو دهنم. خیالت راحت باشه. دیگه اسمشم نمیارم. ولی نه به خاطر تو. فقط واسه اینکه تمام این مدت مثل بدبختا کس کردم گوشه این خونه و به خودم گفتم اگه گردنم هم بزنن نمیذارم دست هیچ مردی جز اون به تنم بخوره. ولی حالا نه، نبگم تو این خونه میمونم و تن به حرفا و بد و بیره های تو میدم ها. نه، میرم دنبال زندگی. هر کی هم جلو رام سبز شد دست رد به سینش نمیزن. آخ بس من بول بول شده ایک کس کنشم شوهر میکنی حرفی هم توش نیست. تا فردا این موقع یا جنازتو میندازم یا مثل بچه آدم سرتو میندازه پایین و میری خونه مرتضی. اگه تو همون فردا کاری نکردم که کلاتو بذاری بالاتر از تو کمترم.
نخون بچه. میگه یه خورده دیگه صبر کن تا تکلیف و حجت رو روشن کنم. میگه بذار اونه یه سر سامون بدم بعد. بهش گفتم خب برو امشب باهاش صحبت کن. میگه نه، حال حالاها نمیشه. خیال میکنه من خرم. میدونه جون، من با دروغ نمیگه، وضع حجت درست نیست. یعنی الان یه جورایی که اگه اون باهاشم صحبت کنه توفیری نداره. به تو هم که همین حرفا رو زدی، تو هم که مثل من دست انداختی. نه دایی، اون چیزی به من نگفته. پس تو چرا اینو میگی؟ واسه اینکه میدونم حجت نمیخواد به حرفاش گوش بده. آخه چرا؟ زندگی ما داره از هم میپاشه واسه خاطر حجت؟ همه چی داره تموم میشه فقط واسه اینکه نمیخواد با حجت حرف بزنه؟ آخه باشه باشه، من میرم با این صحبت بکنم. همین امشب میرم با حجت حرف میزنم و قالو میکنم. اما شرط ها و شروط ها که تو دیگه دلگیر نباشی و لب با کنی. باشه بخن جونم، بخن. سلام، اینجا چیکار میکنی؟ دیگه داشت خوابم میبرد، دیدم هتل پت پتت اینجاست، گفتم حتمانی داری بازی میکنی. چیکار داری؟ بریم تو را وسط تعریف میکنم. کجا؟ چه میدونم، هر جو که میریم تو نری با نشان میپره. صف بشین. حالا صف نشستم. برو جات اینجا داره. اصلا به مسافرخونه نمیره. آدم فکر میکنه فاتحه دنیا رو خوندن وقتی میبینه انقدر تنها و دل مرده ای. بیا تو. گفتم میشینم یا خود باید حرف بزنم. تو راستی فکر میکنی خلیل زن تو کشته؟ آجا ببین آجا، من چطوری میتونم بهت بفهمونم که اون حتی دستشم به دست زنت نخورده؟ و کی تو معتقدی؟ قسم میخورم به خدا، به پیغمبر، به دین، به آیین، اون زنتو نکشته. به هر کی که من تو میپرستیم قسم میخورم. من باش بودم وقتی رسیدیم، اون رفت و من نشستم بیرون که دیدم دازد دعا بود. خودتم که اون موقع رسیدی دیدی چی رو دیدم؟ که زنم افتاده بود کف همه، اونم خونین و مالی؟ بله، بله، باور کن کار اون نی. فرستادی کم اینا رو به این بگی؟ برشید والله اون نفرستادم، من خودم اومدم که بهت بگم داری زندگی دو تا آدم رو به هم میپاشی فقط واسه اینکه نمیخوای یخت درست فکر کنی. اگه فکر کنم اون نکشته، اگه فکر کنم زنم دیوونه شده بوده و خودشو کوبیده بوده به در و دیوار هموم و کشته شده، اون وقت درست فکر کردم؟ آره؟ نه، زن دیوونه نشده بود، خواهشم نکشته، اون کشته شده، این همه میدونم، ولی نه به دست خلیل. پس به دست کی؟ اون به کسی آزاری نرسونده بود که کسی بخواد اونو بکشه. شیرینه، خواهرمو میگم. شیرینم همینطور. منم همینطور. ما هم عاشق هم بودیم. به هر حال قرار بود خریم که برگشت با هم عروسی کنم، ولی حالا نمیتونم.
یعنی خلیل تو هم باید ازدواج نمیده، چون که خلیل نمیخواد داشت بگه که برادرش درباره چی فکر میکنه. برادری که زندگیشو گشته به پاش امروز شده خار راهش. فقط با سمی؟ آره والا فقط با سمی. بسخارس آخه چرا داوود؟ تو چی کم داری؟ چی کم ندارم آبجی، ولی وقتی بالای بالا اون وقت جهانی میدونی چرا علمی میگذره. اینجوری حرف نزن. با من واسه چی؟ خیلی گرفته است. میگفتم با من که این وقته میه داشت 18,000 میشه 2,000ش هم مال خوده. اونجاست بالا. تو نمیان؟ نه همینجا منظر بیشم تنه. بیاین تو. سلام. سلام. تنها اومدین؟ نه داوود پایین دمه داری. چرا نیومد بالا؟ گفتم شاید بخواین تنها با من حرف بزنی. بفهم میشین؟ مرسی. صابونه خوردین؟ بله مرسی. این شب داوود با هم صحبت کرد، جریان رو به این گفت، گفت مثل که فعلا گرفتاریتون سر منه. سر شما؟ آره مثل که داداشم گفته اول باید منو یه سر سامونی بده بعد به خودش برسه. والا نمیدونم چی بگم، خودش که اینجوری میگه. اون گفت شما باور کردی؟ مرسی. نه به خودشم گفتم، واسه همین هم میخواستم با اتون صحبت کنم. اون داره این وسط کاسکوزه رو سر من میشکنه. خودم میدونم. اون چشمش به چهار تا زن خارجی افتاده، این رو اون رو شده. آره داوود گفت ریشه. چی رو؟ اینو که گفته بود این رفته خارج و برگشته دیگه زن ایرونی به دلش نمیشینه. دروغ گفتم؟ نه نمیگم دروغ گفتیم، ولی تا اونجایی که من خریده میشستم اون زن خارجی بگیر نیست. بعدش هم اینو که میدونم شما رو میخواد. حالا اگه شما واقعا میخواید باهاش زندگی کنی یه خورده باید کمکش کنی. خب چیکار کنم؟ اون چادر از سرتون بردارین و یه دستی به سر روتون بکشین، بشین همون جوری که اون میخواد. خلاصش اون یه زن فرنگی میخواد که ایرونی باشه. والا اگه بدونم اون چادر رو دوست نداری خب ورش میدارم. اون میخواد ولی نمیتونه رو راست بهتون بده. آیا تا حالا خودتون فهمیده باشین؟ اون دلش میخواد زنش درست مثل یه زن فرنگی مشروب بخوره، برقصه، شاد باشه. اینو جدی داری میگی؟ آره، جدی دارم میگم. واسه همین هم بود که گفتم میخوام با اتون صحبت کنم، میخوام کمکش کنم. اون تنها کسیه که من تو این دنیا دارم. میخوام حتما عروسیشو ببینم. منم دلم میخواد خودم رو عوض کنم، دلم میخواد همونطوری باشم که اون میخواد، ولی چطوری؟ بذارینش گفتی اینه، فقط خودتونو بذارین در اختیار من. چی؟ نترسی، هر کاری میگم بکنی، به نفع جفتتون. توف برود بیا پسر، اگه داشتم نبودی نشت میداختم همینجا. این جواب اون همه خوبی که در حقت کردم؟ چرا اینقدر آتیشی شدی؟ تو که این همه روش تعصب داری خب چرا اینقدر دست دست میکنی؟ بگیرش خودت راحت کن دیگه. اگه تا حالا صبر کردم فکر میکردم تو سر حق بیه، همین فردا تمومش میکنم. خانم شیرین شکوهی،
آیا به این جانب وکالت می‌دهید که شما را با صداق 1,000,000 ریال وجه رایج مملکتی به اضافه 1 جلد کلام الله مجید و 1 شاخ نبات به عقد دائم آقای خلیل گلچی در بیاورم؟ بله. مبارکه. آقا این مال شماست. کی داده؟ اون آقا چون بالباسه. شرمندتا میبخشی تو که وضع منو درک میکنی با این موقعیت و حجت میدونی که نمیشه از این بهتر برگزار کرد انشالله 3-4 ماه دیگه مفصل خجالتتون در میاد اختیار داری خلیل خان یه حرفا چیده ما نوکر شمایی حجت ها؟ حجت سلام شادم از سلام تویی؟ آره معلم خودم انتظار نداشتی؟ اومدی که دوباره همون شرط و پرتا رو شروع کنی؟ اگه اون اتفاق واسه تو شرط بوده خب میشه گفت منم دارم پرت میگم ببین اگه یه دفعه مثل بچه آدم بیشینی و به حرفام گوش بدی اون وقت بهت ثابت میکنم که اون اتفاق شرط نبوده ولی تو داری پرت میگی هر چی زرنگ باشی از مأمور و قانون و این حرفا زرنگتر نیستی به هر حال من نیومدم که دوباره شروع کنم اینایی که میگی همه شرفه گفتی فکرمو بکنم منم فکرمو کردم اومدم بشینم سر زندگی یعنی مگه تو همینو نمیخواستی؟ اومدی که اینجا بمونی؟ ای میداره خودت گفتی بیان خلیل بیر صبونه سلام زنده داشت سلام خوش اومدیم حجت خان چه عجب از این طرف هم بله الو گوشی دست ماشه داداش خلیل با شما کار دارم کیه؟ از کارخونه است، حاج احمده چیه؟ چطه؟ بله، حاج احمده باز چورت میزنی که؟ اومد چورت بزنی که دیشب نخواهی خود امضاش کن دیگه حاجت بله داداش تو مایی نمیخوای بری سر کار؟ نه، دیگه نمیرم پا میخوای چیکار کنی؟ هیچی، یه چند وقتی میخوام بشینم تو خونه که چی بشه؟ هیچی، حوصله هیچ کاری رو ندارم جز یه کار که میشه الان به همین زودی تمومش بگیم شیرین ولش کن، چادر تو منو سرت بریم کجا؟ میریم یه سر کارخونه، از اونورم میریم نهار میخوریم یال من بیام کارخونه چی کار؟ خب برو برگرد من 1,000 جور کار دارم گفتم بذارش کنار، اسب برمیگردیم، بدو رجا مینم علی پس خرید من ایتو بکن و برگرد کارخونه با هم میریم خونه باشه زیاد معطل نمی کنم خودت خیلی خوب برو به سلام زیاد بیرادش نبی آقا
زرنش راحت باشه. یه امروز که میخواست بمونه خونه باز نشد. هنوزم فکر میکنه من زدم زنشو کشتم. چی میگی؟ جون حاجی دیگه داره کلافم میکنه. یه وجب بچه نمیدونی چی داره به روز من میاره. انقدر که یه دفعه ممکنه بزنم نابودش کنم. آخه بهش بگو بچه جون تو که از قانون بیشتر سرت نمیشه که. اومدن، گرفتن، پرسجو کردن، تحقیق کردن، چه میدونم؟ هر کاری که باید میکردن کردن. بعدش هم دیدن کارتون نیست، فلت کردن. سرش نمیشه دل لامصه. پشت کرده تو یک هفت که الا و بلا تو کشتی. دیگه آخه مگه آدم چقدر به یه نفر حرف میزنه ها جامعه؟ میدونم خلیل خان، میدونم چی میگی. بزرگش کردم، میدونم تیگی دنده و لج بازیه. تونم میری نشستم باش صحبت کردم، بهش گفتم بی برو خارج، بی برو دنبال درسه، بیا مثل بچه آدم سرتو بنداز پایین، بچسب به زندگیت. از خر شیطون بیا پایین، اینقدر بچه بازی در نیار. نشستم بهش گفتم من اگه دستم به اون خورده بود از تو یه وجب بچه که هیچی از تخفر لاز خدایی تو هم واهمه نداشتم. خوابم نمیبره، تو بگی بخواب. هم یه فکری به سرم زد. چی؟ بیا یه چند وقت دست زنتو بگیر به هوای ماه عسلم که شده ورش دار برو شما. اینقدر که برا بیاد و حالیش سکه داره چرت میگه. در زم یه سری هم به کارخونه شمال بزن، یه قرارداد چوبم ببند. نه حاجی، این آدمی که من دیدم ولکن معامله نیست. تا یه کاری دست خود شما نده دست وردار نیست. دواسه همینه که میگم یه چند وقت بری شمال، اگه بمونی اعصابت هم داغون میکنه، میرسونه به جایی که خدایی برده. به همون جام دارم میرسم. بله الو باشی بینم. ای شما اینا کجان؟ چه خبرت تو هم؟ کجا رفتن اینا؟ کیا؟ در اتاقشون واضح خودشون هم نیستن. آره نیستن، صبح قرارو برم. کجا؟ محسن میگم کجا؟ جاشو دیگه نمیدونم، یعنی چیزی نگفتم، فقط گفتن میریم که خوش بش بذار بخوابیم دهی. میگم پس چرا من چیزی نگفتم؟ میخواست بگه ولی نهیده، دیر اومده خوابیده بودم. وقتی اومدم بیدار بود، خودم دیدمش، چیزی به من نگفت. خب حالا من بهت میگم. آره ولی جاشم میگی. جاش رو دیگه نمیدونم، نه من خواهشنم درست نمیدونستم کجا میخوام برم. چقدر سوگ بدبخت. تا که این خواهی ورشداری این سراخ اون سراخ قایمش کنی. موظب باش، ما اونا چی کار داریم؟ بلش نه دسته تو بکش کنم آجه، ما اونا
بده من اونا به درد تو نمیخورن. خیلی به درد من میخورن. میدونم اینا چی هم. بش مام تو رو خواه خواهی تو لوس نکن با اونا چی هم. برات نیگرش رو میگرم. خیالت راحت باشه. تو بش مام جان. گم شو. در ما کن در ما کن. ما کن در رو بیمانی. حالا میتونی با هم کنار بیه. تو جنستو میخوای؟ منم جای اونا رو. نمیدونم، بهت که گفتم خودشونم درست نمیدونستم کجا میخوام برم. چرا؟ اونا خوب میدونستن کجا دارن میرن. تو هم میدونی مشکو آجر، بی خود خواهی تو منو زرج نده. میگم نمیدونم، قبول کن. ای شیش ماه تمام هم این تو ببونم و روح مرگ بشم نمیتونم بگم، یعنی نمیدونم چه باید بگم. باشه، ممکنه بدونی یاد رفته باشه. هر وقت یادت اومد منو صدا کن. آجر سب کن آجا ایمانی یادت اومد؟ با تو هم میگم یادت اومد؟ بچه بازی در نیام، من حالم خوش نیم، نمیتونم دوام بیارم آجه. منم دیگه زیادی دوام آوردم. آیش میکنم، من میمیرم، نمیتونم این کارو نکن. شنبه قراره برم ترک کنم. فقط بگو کچان، اونا کچان. بهت گفتم که نمیدونم، دروغ که نمیگم. خواهش میکنم در واکم از بیام بیرون. که چی بشه؟ که بری گیر بیاری؟ خب جنس که داری، فقط کافیه حرف بزنی. گفتم نمیدونم، اگه میدونستم که تو حالا بهت گفته بودم که. خب پس حال معامله نیستی، ها؟ همون تو بمون. تو نمیتونی این کارو بکنی، با جون یه انسان که نمیتونی بازی کنی. صدا میشنوی؟ حرف بزن. تصمیم گرفتی یا نه؟ میگی کجا رفتن؟ رفتن شما. خودم حدس میزدم رفتن شما. الانم داشتم راه میافتادم که برم. یا اینم کلید. نماز هم رو میزه.
کارش از پل گذشت مثل آشغال پرتت کرد بیرون؟ یا تو اون شیرکش خونه ها زدن داغونت کردن؟ ایش کدوم، من... هر حال اگه اومده تیغه بل کنی، باید بهت بگم دیگه چیزی نمیمازه. اینقدر زخم خوردیم که دیگه جای سالمی نموندی که تو تیغ بندازی. جای ناخونه چطور؟ خراشه ای رو سینه تو میگه. بزوره چه؟ خراشه ای رو سینه. با تو هم چی میخوای بکی؟ به یال حرف بسن. ببین داشت، من دو روزه که دوا نکشیدم، تمام استخونم داره تیر میکشه. زیاد به حرفم نره تو وسط بگم. به؟ باریکلا، رو اومدی. خب بنال ببینم. زیر ناخونه زن حاجت خون پیدا شده. قانونی هم گفته مالا وقتیه که زنش با قاتلش کلنجار میرفته. یعنی خون مالا قاتل. آم این چه ربطی به من داره؟ من داشتم و خوب میشنستم. من قضیه درگیری های تو و حاجتم که سر لیلا داشتیم با خبرم. روزی هم که کشته شد ما هم با خلیل بودم. بعدم که جای زخم رو سینه تو دید. دفعا نزدی زده به سرت. برو تو جعبه اسلام من یه بسته است. ورش کن بکش سر حال بیا که اینقدر جفنگ نگی. نه قاسم، قضیه چیز دیگه است. آره جونم، گوش کن قاسم آقای، چی میگه؟ من تا حالا هیچی نگفتم چون داشت همه دوستت دارم. آره ما یه موقعی با هم همبازی بودیم، گرچه اون موقع هم تو ظالم بودی، اما برادری و وصله تن. ولی حالا یه قضیه فرق میکنه. حالا ممکنه یه دفعه دهن بیچاکو وصله من بپره و بگم سینه برادرم و ناخونه یه زن خراش انداخته. خفه شا! چه حرف بسن، 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 ح
خیال میکنه بعد یه عمر هنو تو رو نمیشنسم، خیال میکنه انقدر خوامم که یه راست با بیافتم و بیام بگم تو قاتله. میدونستم وقتی بفهمی کارم به اینجا میکشه. صابیه رفتم کارخونه. زودتر بنار یه نامه دادم حاجی احمد، گفتم ای تو فردا بر نگشتم نامه رو بده کلون تره کفشه ببینم. چرا خود نرناتری؟ واسه اینکه من مثل تو نیستم، حالا هم که میبینی فقط واسه اینه که واجهت داره انتقام لیلا رو میگیره. او میخواد شیرین رو به تقاص زنش بکشه. اگه شیرین یه طوری بشه دیگه چیزی واسه من نمونه که به خاطرش زنده بمونه. خب حالا میگی من چیکار بکنم؟ یه جوری واسه جلوه جتو بگیری. من که نمیتونم، تو واسه یه کاری بکنی. ای تو نظر شیرین قربونی یه ماجرا بشه، منم با زهنم میبندم و دیگه هم با نمیکنم. حالا کچا قضیه چی هست؟ شما شیرین خلیل اونجان، حجت هم داره میره که کارش انجام بده. یه ساعت پیش جونت مثل اینکه سرما خوردم. ای بابا من میرم بالا لباس عوض بکنم. خیلی خوب، 7-8 قرص ویتامینم برو بالا، زندگیمون بیریخ نشه. باشه. ببین کی اینجا. الو توی اوجا از کجا فهمیدی؟ یعنی میگم از کجا داری تلفن میکنی؟ ما چرگو همین الان رسیدم. چی؟ نه، کاری نداشتم، اومدم تو رو ببینم. نه، ویلا نه. ببین، یه جایی بیرون قرار بذار ببینم ایت. خوبه. چرا نمیخوای به من بگی؟ چی رو؟ حجت از چی ناراحتی؟ چرا اینقدر به پر و پای تو میپیچی؟ هر چی که از امروز تمومش میکنم، دیگه از این قایم موشک بازی یا خاصه شنو. شیرین خانم. کی؟ منم، حجت. حجت؟ سلام حجت جون، همین الان خلیل اومد دنبال تو. آره دیدمش.
دیدیش؟ آره. بس چرا؟ اینی حرف هست که میخواستم بهتون بگم. برای همین دلم میخواست تنها باشه. با من؟ دلم نمیخواد اینطوری با تون حرف بزنم. ولی چاره دیگه ای ندارم. بالاخره یه روزی بعد حرفامو میزدم و کارو تموم میکردم. کار چی رو؟ من همیشه به شما احترام میذاشتم. واسه صفا و صداقتتون، واسه سادگیتون، واسه عشقی که به خلیل داشتین و مثل جونتون حفظش کردین. واسه این و خیلی چیزایی دیگه که امروز روز کمتر میشه پیش کسی سراغشو گرفت. همیشه فکر میکردم، یعنی منظورم اون اولاست، به خودم میگفتم یه روزی شما با خلیل ازدواج میکنین و خونه ما مثل تمام خونه های دیگه یه تکونی به خودش میده و میشه یه خونه با یه خانواده خوب. خب مگه الان نمیشه؟ نه، خلیل خیلی زود خرابش کرد. خلیل خرابش کرد؟ آره، طوری هم خرابش کرد که دیگه امیدی هم برای ساختنش نیست. خلیل مگه چی کار کرده؟ دنبال من بیا تا بهت بگم چیکار کرده. نگاه کن. چی؟ اینجا چرا اومدی؟ خوب نگاه کن. یه هم که بیشه بود که میزنه منو کشت. جدو چرا همچی میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ آری رو که خلیل با لیلا کرد میخوام منم با تو بکنم. بیرم کن جیغ میکشم. دارم نمیخواست این کنی شد. از با تو نه خوش ندارم دلم تو باشم. اونو میکشی لامصا بس میگه تو چرا حرف سرت نمیشه آخه. به خدا خلیل زن تو نکشته، کار اونی کار قاسمه. خودش هم الان اومده بهت بگه. مگه نه قاسم خواهی تو نایمده این جوش میگه تو بکنم بچه میخوام بچه حرف بزنم. باور کن حجه جون، شیرین رو ول کن. به خدا حالا پشیمونه. بیا حجه جون. حجه بیا بیرون، اونو ولش کن بیا بیرون. من زنتو کشتم. میبینون دیگه، دیدی که خودش هم گفت. چه حالی داری؟ خدا را شکر کن که این بار به خیر گذشت. ما میتونیم بازم دوره هم جمع شیم. قاسم سهم و کافیت بر میگردن. هر کاری دیگه هم بخواهی وسط میکنی. زندگیش دست توه. میتونی بفرستیش بالایی دار، میتونی آزادش کنی. گرچه اونم که بمیره لیلا واسه تو زنده نمیشه. Come on!
گفتم کاری نکن که خراب کار بشه. گفتم آیسا میلو آیسا چیست کن یه کاری بکن بزن بره تا بس او بر نمیاد حجت زنده نمیذاره بلندش کن برسونیش بیمارستان بلند شو بلند شو تو بارو من خوب یالا پاشو یه فکری بکن تو یالا بلند شو بلند شو نه اتفاقه میام من میرم پیش حالا من این موندنی باشم یالت راحت باشه نمیذارم نه نمیرم تازه بایشتم کنم چی رو گفتم ولش میکنم ترکش میکنم کردم واسه همیشه میدونستم که ولش میکنی مثل روز برام روشن بود تو برای حاجت رو بپا من چیزی نگاه خلال خواهم این شیر سر پا وایستنم جونو من نگاه کن من میتونم سر پا وایستم اما انقل لفتش نده ده بارده تلفن کردم آمبولانس سلام میاد از اون طرف رفتم آبجی خوش برم دیدی همه چی برست شد دروغ بهت نگفتم من Come on.
نشه پاریس من نشه چه برسه چیزی نیست برو دنبال اون خوبی تو برو دنبال اون از فراش آره آره شما عزاش میشونم چی بگم من اشتباه کردم منو ببخش همه چی تموم شد نه کسی که باعث پانیش بود به جزاش رسید اونیرم که میخواستی بیگناه بکشی حالا میسپارمش دست تو من خودم رو معرفی میکنم نه سلام نیست با تو این قضیه کشیده بشه نه من نمیذارم دوباره شروع نکن تو مقصر نیستی من باید همین که گفتم بچه اینقدر سار نکن خودم میدونم چجوری به آخر برسونمش نه داداش این حرف